سوزه های بی پایان رژیم آخوندی، از افشای فریبکاری و جابجایی سایت اتمی. آهوفقان و زوزه های قیز و حراس ولی فقیه ارتجا از افشای جابجایی سایت اتمی در بهبوهه نرمش شیادانه همچنان ادامه دارد. رسانه های زنجیره‌ای ولایت با تکرار و غنی‌سازی متن کلیشه‌ای بخشنامه شده از سوی بیت العنکبوت می نویسند مجاهدین در ادعای جدید خود گفتند نظام یک برنامه نظامی هسته‌ای را به سایتی نظامی در 1.5 کیلومتری تهران منتقل کرده و ابراز داشتند که در حدود 100 کارشناس در حال انجام آزمایش های کوچک در این سایت نظامی هستند. دشمنی مجاهدین با نظام تمامی ندارد و آنها از هر گونه تعامل احتمالی بین نظام و 6 کشور نگران بوده و مستمرن دوستان غربی خود را به تشدید اقدامات علیه نظام تشویق می کنند. یک رسانه حکومتی نوشت در آستانه مذاکرات نظام و 5 به علاوه 1 گروهک مجاهدین سخن پراکنی های جدیدی را علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند. به گزارش افکار نیوز در شرایطی که نظام در آستانه مذاکرات مهم ژنو با 6 کشور موسوم به 5 به علاوه 1 قرار دارد و بسیاری از محافل سیاسی در جهان از تمایل خود به حل مسئله هسته‌ای ایران از طرق دیپلماتیک سخن میگویند، رویترز گزارش داده که گروهک موسوم به شورای ملی مقاومت ادعا کرده است که اطلاعاتی از یک مرکز هسته‌ای مخفی در ایران در اختیار دارد. گروهک در ادعای جدید خود گفته است که ایران یک برنامه نظامی هسته‌ای را به سایتی نظامی در 1.5 کیلومتری تهران منتقل کرده است. مجاهدین در ادامه ادعای خود ابراز داشتند که حدود 100 کارشناس در حال انجام آزمایش‌های کوچک در این سایت نظامی هستند. ارگان دبیر مصلحت نظام و سرکرده سابق کل سپاه جهل و جنایت نیز می نویسد خبرگزاری رویترز با انتشار مطلبی از ادعای جدید گروهک مجاهدین درباره وجود یک مرکز سری هسته‌ای در ایران خبر داده است. به نوشته این خبرگزاری گروهک مذکور مدعی شده اطلاعاتی را درباره یک مرکز تحقیقات نظامی هسته‌ای در ایران در اختیار دارد که از آن به طور مخفی برای پیشبرد برنامه ساخت سلاح هسته‌ای استفاده می شود. از دید تحلیلگران این گونه اتهام زنی های مجاهدین تنها با اهداف سیاسی صورت می گیرد و در آخرین مورد از این دست که در ماه ژوئیه انجام شد تنها کشور فرانسه به آن واکنش نشان داد و اعلام کرد که موضوع را بررسی خواهد نمود. دبیر مصلحت نظام و پهلوان پنبه وارفته ارتجا سپس در سایت خود تلاش کرده است شکست نیرنگ حکومت آخوندی در اثر افشاگری مقاومت ایران را جبران کند و در منتهای حماقت برای غنی‌سازی نرمش شیادانه نوشته است در این میان مقامات جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر عزم ایران برای یافتن راه حلی سیاسی برای موضوع هسته‌ای اشاره می‌کنند. در این زمینه خبرگزاری ترند با انتشار بخش‌هایی از سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌نویسد وی بر اتخاذ سازوکارهای اعتمادساز از سوی ایران در موضوع هسته‌ای تأکید کرده است. لاریجانی اشاره کرده که فتوای مقام معظم رهبری در ممنوعیت سلاح هسته‌ای عضویت ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی امضای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایران و همچنین حضور بازرسان بین المللی در کشور برخی از اقدامات اعتمادسازی است که از سوی ایران اتخاذ شده است.